من سلام میکنم به همه دوستانی که الان پیوستن به لایو ما و مهدی جان خیلی هم دلتنگت هستم، هم واقعا یاد ایام قدیم خیلی دلم تنگه و اینکه یه ذره حسرته، یعنی اینکه واقعا روزای خوبی داشتیم، حتی تئاترمون هم روزای خوبی داشت، ولی الان حالا گذشته از این کرونایی که اومد و اینا الان حال خوبی نداریم، حتی تئاترمون هم حال خوبی نداره و نمیدونم واقعا چه خواهد شد. مرسی از دعوتت، مرسی. من که در مقابل شما دوستانی که حالا بالاخره هم تجربه بیشتری دارین، هم سالهای زودتری مشغول شدین، خب تازه دارم درس پس میدم، ولی به هر حال من متولد تهرانم، یه بچه هیجان زده پر از رویا، همیشه تو زندگیم رویا بافی داشتم، خیلی ذهن خلاقی داشتم و اینکه همیشه تو بچگی ها من از 9 سالگی شروع کردم به نوشتن داستان، خیلی جدی، کلا من بچه‌ای هم که چون اعتماد به نفس خیلی بالایی داشتم خودم خیلی جدی میگرفتم تو زندگی. که اصلی دیگه ما کارهای تو رو خوندیم، دوستان هم خیلی کارهای تو رو دیدن، حالا اگه خاطرشون هم نباشه خب مرسی نکشم. بعد من شاید علاقم به در واقع کار هنر رو همون کودکی تو وجودم داشتم. من یه لایوی هم با آقای نصرآبادیان داشتم، تو همونم در واقع این تجربه و خاطرم رو براشون گفتم. اونم اینه که من بچه که بودم خیلی به واسطه این که مامانم معلم بود و فرهنگی بود و شاغل بود، با پدر بزرگ مادر بزرگم زندگی میکردم و یکی از در واقع ویژگی هام این بود که به شدت تو کارتون ها زندگی میکردم، خیلی ذهن رویا پردازی داشتم، دوست داشتم جای شخصیت کارتون ها باشم و اینا. حتی یادم مثلا مادر بزرگ خدا بیامرزم خیلی اولویه دوست داشت، بعد که میخواست اولویه درست کنه، خب اون موقع ها همه چیز کنسروی نبود، مثلا خودشون نخود فرنگی رو کنسرو میکردن و اینجور چیزا، من میرفتم ازش. بعد بعد مام بزرگم توی خونهشون برای من یه اتاقی درست کرده بود که بعد من اون موقع خب عاشق جانورشناسی بودم، نمیدونم ملخ و سوسک و پروانه و اینا نگهداری میکردم، کلکسیون درست میکردم، خشکشون میکردم، خرچنگ رو مثلا با برق خوش میکردم یا برم تو اتاق. آره از فامیلامون اگه کسی باشه تو لایو میتونه شهادت بده. بعد روی این حساب مادر بزرگم خیلی به من پر و بال میداد، به اون ذهنیت خلاقم. بعد من تو اتاق خودم سم میشستم، بعد میرفتم ازش یه پیاله نخود فرنگی میگرفتم با نون، اون موقع نون باگت نبود، نون برکی بود، این نون برکی میگرفتم با یه پیاله نخود فرنگی میرفتم تو اتاقم مینشستم به یاد الیور تویست میخوردم. یعنی خودم زهر بیتا یه بچه فقیری که مثلا درآمدی نداره، خانواده نداره، تنهاست. بعد بعدش که تموم شد مثلا به مامان گفتم من بازم میخوام. به یاد خدا الیگاتویس مثلا که من خیلی رویا پرداز بودم. بعد کم کم که جلوتر رفتم شروع کردم دست به قلم شدم، داستان مینوشتم، داستانهای جذاب و هیجان انگیز و داستانهای تخیلی و خلاصه همینجور پیش رفتم تا اینکه میگم در کنارش میگم حتی جانورشناسی هم دوست داشتم، یعنی اصلا دلم میخواست که دکتر جانورا بشم. خیلی خیلی اصلا تو ذهنم اینجوری بودم که دوست داشتم دکتر بشم، حیوانا رو خوب کنم. من قشنگ یادم ما حالا دم عید میگم ماهی قرمزای سفره هفت‌سین و تمام تلاشم میکنم تا یک سال زنده نگرشون دارم. بعد که زنده نگرشون میداشتم کلی برای خودم مثلا افتخار و پوهم بود. حالا بعد آموزی داره بقیه گوشاتونو بگیره، بعدش که این بیچارا میمردن عمرشون تموم میشد، بعد اینا میبودم لب باغچه کالبد شکافی میکردم. نمیدونم چه جسارتی. بعد حالا اینا نشیده بگیرن دوستایی که ویژیتیریان هن و نمیدونم ویگن هن و اینا، الان از من عذر میخوام ازت. ولی میخوام بگم که همه اینا در واقع یه سکوی بود، یه پیش زمینه بود برای اینکه خودم رو پیدا کنم و
و خب میگم خیلی مادر بزرگم خیلی تو این زمینه نقش داشت و اینکه خیلی به من بالو پر میداد برای خودم بودن. بعد کم کم دیگه من خب بزرگتر میشدم، بعد همه هم بازیام تو معلم ها بزرگم پسر بودن. خب بعد من به جایی که مثلا برم خاله بازی کنم و نمیدونم از این کارا، اینا رو عروس دومات میکردم. بعد فکر کنم دوتا پسر میابرم، یکیشو میگردم عروس، یکیشو میگردم داماد. و با گله تای کوچه مامان بزرگم اینا رو گیریم میکردم با چیز پرچم گل و گرد گل و اینا. بعد مثلا یه روز میگذشت اینا دعوا میکردن سر اینکه کی عروس بشه. فکر کنم مثلا خودم دختر بودم مثلا عروس کارگردانیشون میکردم. بعد من تا اونجایی که مثلا فرداش یه دفعه زنگ خونه مامان بزرگم فشرده میشد و مامانا باباها برای شکایت و گله میمونن که ببین صورت بچه‌مون تاول زده، این نوبت چرا این کارا رو به ما میکنه؟ همشون حساسیت میدادن به گرد گل. منظورم این که خب کودکی من خیلی کودکی هیجان انگیزی بوده و یکی از بهترین روزگار عمرم بوده به خاطر که همیشه اجازه تجربه کردن به من داده شده تو زندگی. پدر و مادرم جسارتشو به من دادن، مادر بزرگم حمایتش رو از من دریغ نکرده و در نهایت اینکه من 3 سال جهشی خوندم. من 3 سال جهشی خوندم و به هنگل 15 سالگی وارد دانشگاه شدم. به خاطر مدرسه بودم. آره ببین یکی آره ببین بعد جالب نیست، من پایه های سختم جهشی کنده. من کوچولو بودم مثلا به جایی همه مثلا 7 سالگی مدرسه میرفتم، من 5 سالگی رفتم مدرسه. بعد مثلا کلاس دوم و چهارمم جهشی خوندم. بعد اول راهنمایی هم میخواستم جهشی بخونم که دیگه جلو میگرفتم، گفتم نه ادامه نده خواهش میکنم متوقف شد. به خاطر اینکه من خیلی اهل کتاب بسیار فکر که کوچولو بودم، مثلا فکرم 9 سالم بود. بعد مامان من خب رمانای خیلی خوب و قدیمی داشت و که بعد رمانای اصل مثلا من یادم 9 سالم بود دزیره رو خوندم، وایمکی رمان دزیره رو. مثلا مامانم میدونستم تو کتابای ممنوع است دزیره رو دزیره رو خوندم، بعد ربکا رو خوندم، نمیدونم یعنی منظورم که انقدر دوست داشتم و چون می نوشتم همزمان باهاش، خب اینا باعث می شد که در واقع خیلی توی کلاس مدرسه که میرفتم احساس میکردم که اینا چقدر عقب موندن. چرا اون چیزایی که بدیهیات رو دارید به من یاد میدید، من اینا رو بلدم. حالا یه خاطره درست بگم از این که من بچه بودم که درس رو تو کلاس یاد میگرفتم، اصلا اینجور نبودم که برم بخونم فلان، اینجور نبودم. آره کلا در حال بازی کردن و شیطنت و تجربه کردن بودم و اینکه تو کلاس یاد میگرفتم. یه چیزی که خیلی آزارم داد تو دوران دبستان مشق نوشتم، اصلا از اینکه خانواده یعنی معلم محدودم کرد به اینکه مشق بنویسید، بعد مثلا از روی درس مثلا یه گفت 5 بار بنویسید، 10 بار بنویسید، بعد مثلا بچه‌ها رو جریمه می‌کردن، ماها همه با هم جریمه می‌شدیم. خیلی احساس بدی بهم دست داد، احساس کردم عمرم داره تلف میشه. بعد من مشق نمی‌نوشتم، خیلی بدم میومد. تا اینکه یه بار معلم آهابت مثلا معلم میگفت مثلا 5 بار از روی درس بنویسید، بعد من لجن میگرفت میرفتم اون درس رو اینقدر ریز 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 مینوشتم، یعنی می تو 2 صفحه 5 بار از روی درس تو 2 صفحه نوشته بودم. بعد معلم میمم گفتش که بها جا انداختی 5 بار از روی درس چرا شده 2 صفحه؟ گفتم نه خانم همه چون نوشتم. ببینید مجبور میشد اون ریزا رو بخونه ببینه من جا ننداختش، اینجوری ازشون انتقام میگرفتم. تا اینکه یه بار رفتم مدرسه، معلممون گفتش که منم به واسطه اینکه تو مدرسه بودم که مامانم هم توش بود، البته یکی از بدترین خاطراتم رو زمانی بود که مامانم 15 روز به اجبار معلم کلاس ما شد، هر روز از من درس می‌پرسید. این بدترین روز عمرم بود. به واسطه اینکه مثلا کسی فکر نکنه مثلا دارن چیز میکنن پارتی بازی میشه و اینو، هر روز میگفت آره، هر روز میگفت میرزا پور بله خوش درس جواب بده. خیلی بد بود، حالا خیلی ندارم به این روزا. ولی یه بار معلم اومد مشقا رو ببینه، فکر کنید من 7 سالمه کلاس 3 ابتدایی ام
یعنی در واقع باید 9 سالم باشه، 19 سالم باشه، ولی مثلا 7 سالمه، یعنی کلاس سوم ابتدایی بودم قشنگ یادم. معلم اومد گفتش که بعد اون یه چیزی که خیلی بعدم میاد این بود که ما این همه زحمت میکشیم مش مینوشتیم، بعد معلم روش اینجوری خط میکشید. بابا من بعد وقت گذاشتم چرا به من اهمیت نمیدید؟ این همه خلاصه این که تا اینکه آره با یه خط به معلم اومد که بچه ها دفعتون بزنیم رو میز میکنم مشقاتون رو ببینم. من هم که طبق معمول ننوشته بودم. اومد رسید بالا سر من گفت بها دفتر مشقت کن. گفتم اجازه خانم ما نه ما نه دفترمون رو خونه جا گذاشتیم، گوشاتون رو بگیرید بعد آموزی دوستان. گفتم اجازه خانم ما دفترمون جا گذاشتیم. و معلم گفت ای جا گذاشتی باشه. خانم خودشناس، خانم خودشناس مستخدم مدرسه بود بنده خدا، بیا با بهاره برو خونه شون دفتر مشقشو بیا. من بگی گفتم وا وا، یعنی اصلا یه درصد فکر نمی کنی معلم اقا پیگیر باشه. نه نه بعد گفتم منم کم نده بردم. گفتم باشه بریم. من بلند شدم با خانم خداشناس، با مینیبوس می رفتیم مدرسه می اومدیم، یه مینیبوس گرفتیم رفتیم خونمون. رفتم خونمون بعد خانم خداشناس هم واسه دم در این خب باو جان تموم نشد. می گفتم چرا الان میام؟ رفتم در یخچال باز کردم یه سیب برداشتم خوردم، تلویزیون روشن کردم، یه یوروپی تو خونه برای خودم چرخیدم تا اینکه اومدم گفتم بریم. گفت تموم پیدا کردی؟ گفتم آره بریم. رفتیم مدرسه، رفتیم و معلم گفت خب باو جان چی شد؟ فامیل خانم هم خانم زرین سپه بود، هیچ وقت یادم نمیره. گفتم که اجازه خانم دفترم تو جامین بوده. گفت آها پس تو مشقاتو ننوشتی. گفتم اجازه خانم جا گذاشته بودیم مدرسه دیگه نتونستم مشقاتو بنویسم. خلاصه خبر رو میرسونن به گوش مامانم. چی بودن؟ میگم حاضر جوابم بودی. آره چی کار کنم خب آخه خز احساس بعدی به دست میده. فانتزی میساخت دیگه نارو سریع. بعد رفتم منو خواستم دفتر مدرسه، تو نگو اینا خبر به گوش مامانم رسوندن. خب مشورت کردن که ما با بهاره چیکار کنیم، این ساختار شکنه، این مشق نمی نویسه، بقیه بچه هارم از را به در میکنه. مامانم هم گفته بود که هر کار صلاح میدونید انجام بده. فکر کن منو خواستن دفتر مدرسه، پوشه آبی رنگ دادن دستم، گفتن بفرما بهاره جان این پرونده شما زیر بغله، شما اخراجی. بچه 7 ساله بهش گفتن اخراجی. من نمیدونم یعنی چی اخراجی، یعنی چی تو درد میکنه، ولی نمیدونم که اخراجی یعنی که دیگه نباید بیا مدرسه چون تو رو نمیخوای. منم پرونده زیر بغل، بچه کوچولو، راه افتادم بچه مدرسه بغلی. رفتم در آره رفتم در اتاق مدیر رو زدم، خانم طاهری بود فامیش، زدم و در رو باز کردم. یه دفعه خانم طاهری از جاش بلند شد گفت بهار چی شد اینجا چی کار میکنی؟ یه دفعه من گفتم اجازه ما رو اخراج کردن، زدم زیر گریه. زدم زیر گریه، حالا گریه نکن که گریه کن. خانم طاهری هم تازه بیخبر از همه جا زنگ زده بود اون مدرسه، فهمیده بود باجره از چه قراره اینا، با من اومد و پادرمیونی کرد که گفت نه اخراجش نکنید، حالا مثلا قول میده که مثلا دیگه فلان نباشه. اینو مثلا اون ماجرا باعث شد تصمیم گرفتن شورای مدرسه که من دیگه مشق ننویسم. بلافاصله من به خواسته قلبیم رسیدم. ولی گفته بودم بهم که بچه‌ها نفهمن که تو مشق نمی‌نویسی. خب من همه چیم اوکی بود، مثلا من ریاضیم خوب بود، همه چیم اوکی بود، اونا نمی‌تونن بهونه‌ای بگیرن. خلاصه این که من دیگه از متن نوشتن معاف شدم تا کلاس پنجم ابتدایی که تو مدرسه بودم.